سلام، به برنامه 25 ثانیه خوش آمدید. در این روزها مسائل حول فوتبال در رأس اخبار جهانند. این گزارش را ببینید. در آستانه جام جهانی فوتبال، مبارزه با فساد و تبانی، تخلف و تقلب شدت گرفته. مقامات اروپایی میگویند در نیم فصل گذشته از حدود 200 مورد تبانی در نتیجه مسابقات پرده برداشتند. آنها میگویند روند احتمالی وقوع این گونه تخلفات را در جام جهانی فوتبال نیز به دقت زیر نظر دارند. همزمان یوفا ضوابطی را در نظر گرفته که بازی جوانمردانه مالی معروف شده و هدف از آن جلوگیری از دوپینگ مالی است. به این معنی که صاحبان باشگاه‌ها برای خرید و فروش بازیکنان و درخواست اعتبارات بانکی با ضوابط مالی مشخصی روبرو‌اند. میهمانان ما در این برنامه عبارتند از مارک تارابلا، عضو گروه اتحاد پیشرو سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا، ژان‌لوئی دوپون، وکیل که با آیین‌نامه کنونی یوفا در مورد بازی جوانمردانه مالی مخالف است، و جورج گوران، بازیکن سابق تیم فوتبال بلژیک که در جام جهانی هم حضور داشته و اکنون تحلیلگر مسابقات لیگ قهرمانان اروپا است. متشکرم که با ما هستید. پرسش نخست، آیا با آیین‌نامه یوفا سلامت مالی در دنیای فوتبال بهبود خواهد یافت یا برعکس؟ هدف این است که فوتبالی سلامت داشته باشیم، چون در حال حاضر شاهد دوگانگی و تضادی عمیق بین باشگاه ها هستیم. تعدادی از آنها هیچ کدام از ضوابط و قوانین کنونی را رعایت نمی کنند و این حق را برای خود محفوظ می دارند که بدهی هایشان سر به فلک بکشد. در واقع آنها از حقوق و امتیازات ویژه‌ای در دنیای فوتبال برخوردارند. با این اوصاف هدف مشخص آیین‌نامه یوفا این بود که تمامی باشگاه‌ها از یک سری ضوابط مشخص پیروی کنند. سلامت مالی بیشتر. ژان‌لوئی، می‌دانم که شما با آن موافق نیستید. نه، نیستم. اصطلاح بازی جوانمردانه مالی به گوش زیبا می آید، اما حقیقت این است که ضوابط کنونی آیین‌نامه حال حاضر یوفا نه تنها موجب نخواهد شد که شکاف بین باشگاه‌های ممتاز اروپایی و بقیه باشگاه‌ها از بین برود، بلکه برعکس، به زودی شاهد شکلی ساختاری شبیه به NBA خواهیم بود که تنها اسمش چیز دیگری است و نه عمل کردش. جورج، نظر شما چیست؟ به نظر من هدف از این آیین‌نامه بهبود وضعیت کنونی است و البته همیشه این خطر وجود دارد که عده‌ای آن را دور بزنند و این در مورد هر قانونی صادق است. من هم بر این باورم که قدرت‌های بزرگ در فوتبال راه دور زدن این ضوابط را خواهند یافت. مسئله بازار رقابتی را چه می‌شود کرد؟ آیا بازی جوانمردانه و بازار رقابتی با یکدیگر همخوانی دارند؟ بی تردید باشگاه فوتبال مانند هر شرکت یا مؤسسه تولیدی باید سودآور باشد، مثل هر شرکتی. اما هدف نخست آن ترویج ورزش با اصول اخلاقی ورزشی بین جوانان است. اما امروز در این ورزش پول است که حکومت میکند و هدف از این آیین‌نامه نیز زیر سوال بردن این مسئله است. آیا پول در ورزش حکومت میکند یا نه؟ پول حکومت میکند و این آیین‌نامه کنونی به هیچ وجه نمیتواند جلوی آن را بگیرد و بیشتر به آن مک خواهد کرد. اما بحث رقابت و قوانین رقابتی به میان آمد که خب آیین‌نامه کانونی سرمایه گذاری را ممنوع می کند، به این معنی که ساختار حال حاضر همانطور که هست باقی می ماند، ساختاری که به نفع باشگاه‌های بزرگ است و عملا منجر به این می شود که هیچ باشگاه نوپایی نتواند به محیط محدود آنها راه یابد. یعنی یک لیگ اولیگارشی. جورج، به نظر شما هم آیین‌نامه یوفا فوتبال را در این مسیر سوق می‌دهد؟ زمانی که من بازی می‌کردم صعود تیم‌های کوچک به فینال‌های لیگ‌های اروپایی ممکن بود، ولی متاسفانه امروز بر این باورم که کشورهای کوچک از انحصار طلبی باشگاه‌های بزرگ رنج می‌برند و متاسفانه دیگر بعید است باشگاهی کوچک از کشوری کوچک به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یابد. ژان‌لوئی، آیا آیین‌نامه یوفا دست کم جلوی افزایش دائمی حقوق بازیکنان فوتبال را خواهد گرفت؟ اگر هدف کنترل افزایش دائمی حقوق بازیکنان است، باید محدوده حقوقی برای آن تعریف کرد. مثلا می توان حجم کل حقوق در یک باشگاه را تعریف کرد و محدود کرد، اما نباید جلوی سرمایه گذاری را گرفت. نباید کاری کنید که باشگاه ها و سرمایه گذاران جدید
قادر نباشند وارد زمین بزرگان شوند. به نظر من وسیله رسیدن به هدف را اشتباه برگزیده ایم. بسیار خوب، مسئله دیگر این است که میگویند صاحب باشگاه نمیتواند بیش از 45 میلیون یورو در سال سرمایه گذاری کند. به نظر شما مقدار این محدودیت مالی کم است یا نه؟ باید دیدیم سرمایه گذاری با چه هدفی و منظوری صورت میگیرد. نمیتوان سرمایه گذاری را با هدف بهبود و توسعه یک شهر یا یک محله محدود کرد. سرمایه گذاری منچستر سیتی نمونه خوب آن است که حقیقتاً به یک محله روح بخشید. در تجارت سرمایه گذاری روی یک بازیکن هم ممکن است. در واقع باید همه این موارد به طور دقیق و روشن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نباید بر عدد و ارقام متمرکز شد، حتی اگر به ظاهر این عمل منطقی باشد. خب، در مورد تبانی در نتایج مسابقات، ظاهرا این ضوابط از فساد و تبانی در نتایج جلوگیری نکرده. به یاد دارم که متاسفانه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی آمریکا در برابر آلمان بازی می کردیم و مشخصا حمایت یک طرفه داور از تیم آلمان به ضرر ما تمام شد. متاسفانه ما شاهد این گونه اتفاقات بوده و همچنان نیز هستیم، که البته معمولا دامن جوامع مطرح فوتبال را نمی گیرد. با این اوصاف جلوی این پدیده را نمیتوان گرفت. نظر شما چیست جان لوی؟ یکی از راه‌های جلوگیری تنظیم و کنترل مؤسسات شرط‌بندی است. مثالی میزنم. رئال مادرید در مرحله نخست لیگ حذفی اسپانیا در برابر یک تیم دست چهارمی قرار می‌گیرد. یک امکان شرط‌بندی این است که رئال در کدام دقیقه بازی گل خواهد زد. بازیکنان تیم دست چهارمی ماهاست که به دلیل مشکلات مالی باشگاه حقوق خود را دریافت نکردند. خب، در این شرایط هر نوع تخلف و تبانی ممکن است. شما گفته بودید که تبانی عفونت جدی است و فوتبال را در تمام سطوح مسموم کرده. این مسمومیت تا کجا پیش رفته است؟ به هر حال در سطح اروپا و طی فصل‌های اخیر میزان موارد تبانی در نتایج مسابقات دو برابر شده. تبانی بیشتر در لیگ‌های سطح پایین رخ می‌دهد، چون تماشاچی و کنترل کمتر است و تقلب ساده‌تر. باید با متخلفان برخورد جدی کرد و آنها را از جهان ورزش دور کرد و اجازه نداد که در یک کشور یا قاره دیگر به فعالیت بپردازند. به دوربین اشاره کردید. آیا زمان آن نرسیده که فیفا اقدام به نصب دوربین مدار بسته هنگام بازی کند؟ این بحثی مجزاست که البته از منظر ورزشی بسیار جالب است، اما ربطی به بحث ما ندارد. بحث تبانی و فساد در شرط‌بندی مسئله دیگر است که مثلا میتوان این گونه محدود شود. تصور کنید که شرط‌بندی فقط در روی 4 دیدار از 4 لیگ مهم ممکن باشد که در یک روز و همزمان رخ میدهد. به این صورت امکان تبانی و تقلب کمتر میشود. جورج، نظر شما چیست؟ دوربین، محکومیت‌های سنگین‌تر، چگونه می‌توان با این موزل روبرو شد؟ به نظر من جرایم مالی که نهادهایی مثل فیفا یا یوفا تعیین می‌کنند چندان تأثیری ندارد بر قدرت‌های بزرگ مالی که در پشت این گونه تخلفات هستند. شاید مجازات هایی که مستقیما مثلا لیگ قهرمانان اروپا را هدف گیرد و از امتیازات باشگاه بکاهد کمک کند. به نظر من این نوع مجازات ها و محکومیت ها بیشتر از جرایم مالی نتیجه بخش است. فیفا گفته جریان تبادلات مالی و شرط بندی هول و هنگام جام جهانی را از نزدیک کنترل می کند. به نظر شما آنها در این امر موفق خواهند بود؟ بله، به ویژه به لطف فدربت که نهاد نظارت بر شرط‌بندی‌های اینترنتی است، امکان این وجود دارد که تبادلات مالی و شرط‌بندی‌های بینام بر روی برخی دیدارها کنترل شود. همانطور که جورج گرون خاطر نشان کرد، مشخص شد که در سال 1994 روتلیس برگر داور دیدار آلمان بلژیک در تبانی نقش داشت. البته احتمال تقلب در جام جهانی کم است، اما کنترل لازم است. مارک، مرسی. خیلی ممنونم مارک تارابلا، ژان لوی دوپون و جورج گوران. آقایان خیلی از حضورتان متشکرم. از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید.